سلام، امروز میخوام در مورد سریال ترکی با شما صحبت کنم که رسما توی سریال میگه که ایران باید تجزیه بشه و ایران باید به 3 کشور تجزیه بشه. ما همیشه گفتیم که اون چیزی که غرب میخواد، اینا بالاخره کوچیکتر از اینن که ایران رو تجزیه بکنن، ولی بالاخره رویاهاشون رو به زبون میارن، اینا آرزوهاشونه و با کمک با مزدوران و نوچگانی که دارن و با پولهایی که میدن خیلی تلاش میکنن که بین ایرانیان شکاف بیاندازن، دعواهای قومیتی مذهبی ایجاد کنن تا ایران از درون بپاشونن. واقعیت اینه ایران اونقدر تولید قدرت کرده که اینا در جنگ رو در رو شکست خورده. آرزوی دیرینه صهیونیست هم واسه اینکه خودشون کوتولن اینه که بیان کل غرب آسیا رو بالکانیزه بکنن، بعد تا به رویاشون از نیل تا فرات برسن. البته که نمیرسن، اینا کوچکتر از اینن که همچی کاری بکنن. همون حزب الله و حماس اون بالا مسلحشون کردی به مرتب میذارن تو سرشون. ولی خب بالاخره شما میبینید مثلا یه رسانه مثل سود اینترنشنال با پولهای بن سلمان چطور میاد بحث گسلهای اجتماعی، گسلهای قومیتی رو میخواد تشدید بکنن تا با نمیدونم این جریانات تجزیه طلب و به عنوان هویت خواه مطرح بکنن و شکافا رو عمیق‌تر بکنن که ایران رو از درون بپاشونن. اینا اهداف و رویاهاشونن و ما همیشه گفتیم دعوا بر سر جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی در روبنای این دعوا قرار داره. دعوا بر سر ایرانه، ایران قدرتمند. و اتفاقا اینا خیلی ناراحتن چون جمهوری اسلامی اومده تولید قدرت کرده، انباشت قدرت کرده و یک بلوک قدرت و هژمونی اقتدار در منطقه تعریف کرده و اینا بسیار بیمناکن. حالا در مورد این سریال ترکی که چند تا از دوستانم واسه هم فرستادن و ازم خواستن که در موردش صحبت کنم، این قشنگ ما نشون میده که اینا بالاخره تو پس ذهنشون چی میگذره. مثلا در ابتدا میگه عراق عملا تجزیه شده، ایران هم به 3 قسمت تجزیه خواهد شد. حالا بعضی جا میگن ایران ما میخواییم به 7 قسمت تقسیم کنیم و عراق هم دیدیم اون طوله ملا مصطفی بارزانی، یعنی مسعود بارزانی، خائن، دزد، فاسد، بعد جریان داعش که ما نجاتش هم دادیم و خلای قدرت به وجود اومد با اون رفراندوم کذایی، میخواست که شمال عراق رو جدا بکنه که خوشبختانه سردار ما اومد و این توطئه رو نقش براب کرد و دیدیم تنها حکومتی هم که این رفراندوم رو به صورت علنی تایید کرد اسرائیلی‌ها بودن که پرچم اسرائیل هم تو اربیل بلند کردن. توی شمال غرب ایران هم اون نوچگان الهام علیف یه مقداری شالتاق بازی میکنن که البته اونا محلی از اعراب نیستن ولی خب پرسر صدا. و اتفاقا دیروز دیدیم، دیروز پریروز بود، یکی از این خوانندگانی که میرن تو این شوهای مبتذل باکو و واسه خوشرقصیشون هر کاری میکنن، دیدیم اون افشین آذری رو با چه فلاکتی از اون استودیو تلویزیونی بیرونش کردن. مزد خیانت رو میگیرن دیگه. خب حالا میخوایم در مورد این سریال صحبت کنیم دوستان عزیز. ببینیم چه دیالوگایی به کار میبره. گفتیم که ابتداش میگه عراق عملا تجزیه شده، ایران هم به 3 قسمت تجزیه خواهد شد. مهمترین پایه تجزیه هم آذری ها هستن. اینا تمام چیزشون اینه که مثلا بیان، دیدم یکی بود در هیبت یک آخوندی تو باکو فعالیت میکرد پارسال پیرارسال بود، بعد معلوم بود این از این صهیونیستاش تو اسرائیل قشنگ مشخص شد که آدمو جاسوس میفرستن که بیان به قول معروف مثلا شمال غرب ما رو آشفته بکنن، که البته مردم آذربایجان و تبریز عزیز اینقدر وطن پرست و دلاور هستن که وارد این بازی ها نمیشن. عرض کردم اینا رویاها و آرزوهاشون رو دارن میگن. در آذربایجان شمالی موازنه قوا به نفع ماست، در آذربایجان جنوبی هم در نقطه جوش است. این بدون شرح ماشاءالله ماشاءالله. به همین دلیل انتخابات آمریکا برای ما خیلی مهم است. حضور تومبلاچی نام یک سرمایه‌دار مافیایی هم حالا تو پرانتز گذاشته میگه هم برای ما مهم است. تومبلاچی اون اردکی بازی
$50 میلیون که از دست داده را تو باید تلافی کنی. حالا دیالوگای فیلم لازم به گفتن نیست، کلی داریم صحبت میکنیم دوستان عزیز، که ما توی منطقه‌ای هستیم که اگر قوی نباشیم، چرا من رو بحث قدرت نظامی ایران خیلی حساسم یا روی مؤلفه‌های قدرت ایران، چون ما توی دنیایی هستیم که حرف اول و آخر قدرت نظامی میزنه و هر حکومتی باشه، هر چی هم مثلا بالفرض پیشرفته، یه دفعه مثل اوکراین شب بیدار میشی یا مثل کویت شب میخوابی صبح بیدار میشی ببینی تانک عراقی تو خیابونا کویتن، یا روسا حمله کردن به اوکراین، به خصوص در خاورمیانه که فی نفسه بمب اتمه به قول معروف، اصلا همیشه آشفته است و تنها جزیره ثبات در این آشفتگی ایرانه و اینا خیلی عذاب میکشن از اینکه در ایران امنیت وجود داره، برعکس نمیدونم کشورهایی که پیرامون ما تو خاورمیانه جنگهای مذهبی جنگهای قومیتی سرگرم هستن، سرگرمشون کردن، ولی ایرانی ها چون یک ملت کهن هستن و همزیستی مسالمت آمیز 7000 ساله دارن وارد این بازی ها نمیشه. ایران برعکس ما افغانستان، در موضوع افغانستان خدمت شما گفتم در همتنیدگی اقوام به وجود نیومده، یا اگر قبلا بوده از بین رفته. الان یه گوشه تاجیکای عزیز هستن، یه گوشه هزارها، یه گوشه ازبکا، پشتون، هر کدوم از هم جدا هستن، اما در ایران طرف پدرش ترک، مادرش نمیدونم کرده، طرف نمیدونم پدرش تهرانیه، مادرش نمیدونم مثلا رشتیه، تو خوزستان ما پره به قول معروف طرف پدرش عربه مادرش لوره، یا بالعکس. یعنی اینقدر این ملت در همتنیدگی هست که اصلا نمیشه از هم جداش کرد، اما خود دشمن دست از دشمنیش بر نمیداره و ایران چون چهارراه جهانه، چون مرکز جهانه، همیشه لقمه چرب و نرمی بوده. عرض کردم یه بار که از هر 7 حادثه بزرگ تاریخ ایران از هر 7 آسیب دیده، چون چهارراه جهانه، استراتژیک ترین نقطه جهانه و هر کس میخواد جانگشایی کنه لاجرم باید از ایران عبور کنه. پس نیازه که ایران همیشه قدرتمند باشه، نیازه که به قول معروف همیشه قوی باشه. اینه که مواظب فتنه انگیزی های دشمنان ایران باشیم. این رسانه ها یا این فضای مجازی اینا محض خدا دلشون نمیسوزه میان واسه شما اخبار بگن، با خود مطلعتون بکنن از شرایط روز. گربه محض رضای خدا موش نمیگیره. اینا هدفشون ایجاد اختلاف، فعال کردن گسلهای قومیتی مذهبی در ایران. مواظب باشیم وارد بازی اینها نشیم دوستان عزیز. اگر ایران دوست دارید، اگر مهر دارید به این سرزمین اهورایی، مواظب باشید در زمین بازی دشمنان این خاک بازی نکنیم. قربونتون برم دوستان عزیز، گفتم در این رابطه با شما صحبت کنم، هرچند ایران عزیز ما به پیش میره، به کوری چشم دشمنان چش تنگ، به کوری چشم اونایی که نمیتونن ببینن، برن گمشن، دورشن، هلاکشن، ایران مثل بلدوزر موانع و از سر راه بر میدار. گوش به این پشه های صحنه هم ندید. سپاس از مهرتان، پیروز باشید.